سلام، خوش اومدید به صفحه دوی آخر هفته. من مجید افشار هستم. دیروز دولت ایران لایحه بودجه سال آینده رو به مجلس داد. اولین واکنش‌ها از مجلس منفی بود. ساکنان بهارستان میگن وابستگی بودجه به نفت به جای اینکه کمتر بشه بیشتر شده و اونها تلاش میکنن این بودجه رو اصلاح کنن. رئیس جمهوری اما میگه درآمد نفت رو صرف توسعه خواهد کرد و این نباید به اتکای بودجه به نفت تعبیر بشه. دولت امسال با مجلسی با ترکیب متفاوت روبروه، مجلسی که کسری بودجه رو ام المصائب خونده و وابستگی به نفت رو تکیه بر باد. درآمدها و هزینه‌ها در لایحه امسال چقدر با واقعیت نزدیکه؟ در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با سارا بخشوری، کارشناس نفت و گاز در مؤسسه بین‌المللی انرژی SVB از واشنگتن، مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل وین از همین شهر، و اینجا در استودیو همکارم بهرنگ تاجدین با ما هست. بهرنگ، بذار یک ذره کلی‌تر اول با تو شروع بکنیم. کمی بهمون بگو که تصویر کلی بودجه امسال به چه شکله؟ بودجه سال 1400 رقم کلی درآمدها و هزینه‌های دولت درش حدود 930 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که اگر با قانون بودجه امسال سال 99 مقایسه کنیم، از 650 هزار میلیارد تومان تا 930 هزار میلیارد تومان تقریبا 43% رشد کرده. مسئله اینه که به خاطر تورم قیمت‌ها، این عددها مستقیما با هم قابل مقایسه نیست. در نتیجه اگر فرض رو بر این بذاریم که پیش‌بینی که در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول در مورد تورم سال آینده ایران که پیش‌بینی 30.5% این بر پایه معمولاً منابعی مثل بانک مرکزی ایرانه، اگر این تورم رو در نظر بگیریم می‌بینیم عملاً حجم کل بودجه دولت، درآمدها و هزینه‌های دولت در سال 1400 قرار عملاً حدود 10% بیشتر از امسال باشه. در مورد هزینه‌ها همیشه توی بودجه ایران یه مشکلی هست که خیلی دقیق نمیشه در آورد که این پول‌ها کجا داره صرف میشه، ولی در مورد درآمدها تصویر یه مقداری مشخص تره. از اون 930 هزار میلیارد تومان بودجه دولت حدود 43-44% درآمدهای مثل مالیات‌ها و عوارض و این پول‌هایی که نهادهای مختلف دولتی و حکومتی از آدم‌ها می‌گیرن، از جمله مثلا جریمه‌ای که ممکنه راهنمای رانندگی برای ماشین‌ها ورز کنه و الی آخر. پس این 43-44% اینجور درآمد هاست. حدود 1/4 بودجه اصطلاحاً واگذاری دارایی های سرمایه ایه. این فروش نفت و در واقع صادرات نفت و فرآورده های نفتی و میعانات گازیه و در کنار این فروش اموال دولت. و 1/3 باقی موندهش قرضه، بهش میگن واگذاری دارایی های سرمایه. البته همش قرض نیست، یه مقداریش در واقع فروش سهام و واگذاری شرکت‌های دولتیه، بقیه‌اش انواع و اقسام قرض‌ها. حالا این قرض گرفتن میتونه به صورت انتشار اوراق بدهی باشه، میتونه به صورت قرض گرفتن از بانک مرکزی باشه، میتونه به صورت انتشار اوراق پیش فروش نفتی. در نتیجه اینها منابع اصلی دولت ایران در درآمدهاش. در واقع وقتی به درآمدها اشاره میکنی، بعضی از دیروز که ریز این مسئله در اومده میگن که بودجه درآمدهاش خیلی خوشبینانه است و کلن یه خوشبینی خاصی در این درآمدها در نظر گرفته شده با توجه به اینکه خرج بودجه هم، خرج دولت هم بیشتر شده. چقدر واقعا این با واقعیت نزدیکه؟ ببین، این چیز جدیدی برای فقط بودجه سال 1400 نیست. اینو تقریبا تو تمام بودجه های سالهای اخیر، مخصوصا در دوران تحریم دیدیم که خیلی وقتا دولت برای پر کردن در واقع ستون درآمدهاش اومده یه رقمی رو یه دفعه به میزان زیادی افزایش داده. یه مثالش اینه که تو سال 1399 میخواست که یه دفعه میزان فروش اموالش رو شاید 100 برابر 200 برابر اون چیزی که سال قبلش اتفاق میافتاد بکنه. به هر حال یعنی این مسئله هست. ببین، یک بخشش بحث درآمدهای نفتیه، درآمدهای صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی که این در بودجه 99 حدود 50 هزار میلیارد تومان بود،
در بودجه 1400 تقریبا شده 200 هزار میلیارد تومان، یعنی رقم ریالیش 4 برابر شده. در کنار این دولت یه 70 هزار میلیارد تومان میخواد اوراق پیش فروش نفتی در واقع بفروشه و درآمد از اون محل کسب کنه و 90 95 هزار میلیارد تومان هم میخواد سهام و شرکت های دولتی رو بفروشه به مردم و درآمد کسب کنه. ببین نکته اساسی تمام این درآمدهای اصطلاحا واگذاری دارایی های مالی و دارایی های سرمایه‌ای اینه که خیلی از نظر اقتصاددان ها اینها ممکنه خیلی درآمدهای پایداری نباشه، درآمدهای ناپایداره. به هر حال شما وقتی قرض میگیرید این چیزی نیست که هر سال بتونید تکرار کنید. البته در مورد دولت های خورده قضیه با مردم فرق میکنه، ولی مثلا در مورد شرکت های دولتی شما اگه اون یه مقداری رو امسال بفروشید سال آینده نمیتونید دوباره همین ها رو بفروشید دیگه، یا باید شرکت های دیگه ای پیدا کنید یا یه راه دیگه ای پیدا کنید. به همین خاطر بحث وقتی ناپایداری درآمدها میشه بحث این هاست. آقای قدسی، هزینه های دولت هم در این بودجه بیشتر شده. ایران میدونیم که 3 ساله که در رکود به سر میبره اقتصاد کشور و عملا با بزرگ کردن یا بیشتر کردن هزینه ها دولت های دست و پای خودش رو بیشتر میبنده یا اینکه ممکنه کمک بکنه به این رکود؟ اول از همه سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و آقای تاجدین و بینندگان محترم و مهمان دیگه در خانم بخشوری. و میخوام خدمتتون بگم که حرف نکاتی که آقای بهرنگ تاجدین ارائه کردن نکات مهمی هست و درستی است، آمارهای درستی است. من قبل از اون یک نکته دیگه رو می‌خواستم اعلام بکنم خدمتتون بگم. اگر ما بر اساس آمار مرکز آمار بخوایم بررسی بکنیم افزایش قیمت‌ها رو از مهری که امسال باشه، یعنی از مهر پارسال تا مهر امسال، قیمت‌های مصرف کننده حدود 40% افزایش پیدا کرده. خب اگر بخوایم همین بودجه عمومی دولت رو هم در نظر بگیریم که 40% افزایش پیدا کرده، من فکر می‌کنم این 40% تقریبا بشه مشابه همون 40% تورم. همین پایش و بودجه کلی که دولت مجلس کرد 100% افزایش پیدا کرده. خب یه قسمت عظیمی از این بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها هستند که اگر بخوایم کل این بودجه رو در نظر بگیریم در سال گذشته میتونیم بگیم که 50% کل درآمد ملی کشور این بودجه کل دولت و شرکت‌های دولتی بوده. خب یه قسمت کوچکتری از این بودجه قسمت بودجه عمومی دولت هست که هزینه های مختلفی رو میاد در نظر میگیره. حالا من میخوام بهتون بگم که این 40% افزایشی بودجه عمومی فقط داشته میتونه جوابگوی همین افزایش قیمت ها باشه. خب یه هزینه هایی که دولت داره هزینه های عمومی هست که برای کارکنان دولت، برای بازنشستگان و برای شرکت و برای ارگان هایی که خود دولت داره باید پرداخت بکنیم. خب افزایش حقوق کارمندا رو ما فکر می‌کنم که 25% در نظر گرفته شده توی بودجه دولت، بودجه عمومی دولت، که این خب پایین‌تر از میزان تورمی هست که ما تا الان مشاهده می‌کنیم. طی سال‌های گذشته، از 10-15 سال گذشته، اگر ما بخوایم این مقایسه رو انجام بدیم برای افزایش حقوق کارکنان دولت، برای افزایش بازنشستگان کشوری، افزایش تورم خیلی بیشتر از افزایش حقوق کارمندان در سالهای مختلف بوده. خب این به نظر من اگر بررسی بکنیم قانونهای 5 ساله کشور رو، قانونهای توسعه 5 ساله کشور رو، این حتی یک تخطی شاید بتونه استنتاج بشه نسبت به این چیزی که توی قانونهای 5 ساله توسعه کشور نوشته شده. به خاطر که ما باید همیشه افزایش حقوق کارکنان دولت، افزایش بازنشستگان کشوری رو حداقل به اندازه تورمی که در سال بوده در نظر بگیریم. برای همین این 40% افزایش بودجه عمومی دولت به نظر من یه چیزی که باید اتفاق بیفته. حتی بیشتر از این ما نیاز داریم که اتفاق بیفته. چرا؟ به این دلیل که چیزی که ما در سر کلاس‌های تدریسمون در دانشگاه تدریس می‌کنیم اینه که اگر ما در رکود اقتصادی قرار داریم، که خب رکود اقتصادی ایران 3 سال طول کشیده و درآمد کل کشور تقریبا شاید بشه گفت 83% درآمد 3 سال پیش هست به خاطر این رکود. چیزی که ما با دانشجوهای آموزش میدیم این هست که دولت باید
درآمد واقعی بودجه واقعی کشور رو که انطباق داده شده با تورمی که در اون سالها بوده افزایش بده. برای همین پیشنهادی که من میکنم این هست که باید حتی بیشتر از 40% این بودجه عمومی دولت افزایش پیدا بکنه که ما شاهد رونق اقتصادی بهتری در سال آینده باشیم. بخش بزرگی از این، اگه این هزینه ها بخواد افزایش پیدا بکنه، عملا باید پولش به دست بیاد و اون هم اینطور که از بودجه میبینیم بخش بزرگی از اون بار به دوش صنعت نفت گذاشته شده. خانم وقشوری، شما بازارهای نفت رو دنبال میکنید. آقای روحانی دیروز صحبت از این میکرد که ما 2,300,000 بشکه در روز نفت بفروشیم، اونطور هم که روی کاغذ آمده به نظر میرسه که قرار هست که حساب و کتاب بر اساس بشکه 40 دلار هست. روی کاغذ وابستگی ایران به نفت اینطوری بیشتر میشه، ولی آیا همین مقدار فروش 2,300,000 بشکه نفت در روز محقق میشه؟ از بازارهای نفت اگر من بخوام شروع کنم، واقعیتش اینه که سال آینده میلادی، سال 2021، سال عدم قطعیت است. و اگر که شما به همین جلسه اوپک امروز نگاه کنید، می‌بینید بعد از چند روز تأخیر حتی کشورهای تولید کننده اوپک پلاس نتونستن به یک اجماع برسن که 3 ماه اول سال آینده شرایط بازار و عرضه و تقاضا به چه شکل خواهد بود، چه برسه برای کل سال. و پیش‌بینی‌هایی که از قیمت‌ها هست برای سال آینده، قیمت‌های نفت یک رنج خیلی بزرگ بین فرض کنین 48 تا 65 60 65 هست، به دلیل اینکه عوامل خیلی زیادی وجود داره توی سناریوهای تعیین قیمت برای سال آینده که هر کدوم میتونه بازار رو به یک طرف بکشونه. در مورد تقاضا که به دلیل کووید 19 در سال جاری به شدت آسیب دید و موجب کاهش شدید قیمت‌ها شد، دو نکته میتونه تاثیر خیلی مهم بگذاره. یکی که مسلماً واکسن هست، اینکه این واکسن کی در کل دنیا و چقدر طول میکشه که این واکسن توزیع بشه، حتی در خیلی کشورها کی این واکسن تایید خواهد شد و چقدر سریع این نتیجه رو روی تقاضای نفت خواهد گذاشت، چیزی که هیچ کسی به صورت قطعی نمیدونه. نکته دوم اینه که دنیا و حالا اوپک منتظر هستن که در بعضی از کشورها مخصوصا آمریکا سری بعدی کمک‌های مالی به مردم داده بشه که شاید مصرف انرژی رو بالا ببره، ولی باز هم اون مشخص نیست. در مورد عرضه انرژی، عدم قطعیت مخصوصا از طرف کشورهای مثل ورود نفت کشورهای مثل ایران، ونزوئلا و افزایش بیشتر از لیبی هست. مشخص نیست که سیاست‌های آقای بایدن به چه شکلی تغییر خواهد کرد و با چه سرعت و چه مقدار نفت خام این کشورها وارد بازار میشه، و با همه اینها آیا اوپک قبول خواهد کرد که با توجه به ورود نفت‌های جدید به بازار به همون اندازه تولید خودش رو کم کنه. تمام این مؤلفه‌های پیچیده مؤلفه‌هایی هستن که پیش‌بینی قیمت‌ها رو به صورت قطعی برای سال آینده خیلی مشکل می‌کنن و رنج پیش‌بینی قیمت‌ها خیلی زیاد هست و تصمیم‌گیری در موردش خیلی سخته. به عنوان مثال، از یک طرف ما در مورد عرضه نفت می‌تونیم ورود ایران یا حتی ونزوئلا رو داشته باشیم، اضافه عرضه. از یک طرف دیگه می‌تونیم پیچیده شدن مذاکرات بین ایران و آمریکا و افزایش تنش و حتی تهدید برای عرضه نفت خاورمیانه رو داشته باشیم که موجب کاهش عرضه و یا افزایش بیشتر قیمت ها میشه. برای همین شما اگر نگاه کنین، شرکت های بزرگ تولید نفت، مخصوصا شرکت های آمریکایی، همگی سناریوهای خودش رو برای سال آینده بر اساس کف قیمت بسته شده و بر اساس اینکه اگر که قیمت ها در پایین ترین حد بمونه چه استراتژی داشته باشن، چون اگر هر چیزی اضافه به دست بیارن خب مسلما سود خواهد. خب حالا بیاین سر بودجه ایران، چون شاید میتونستیم در ادامه بحث راجع به این بیشتر صحبت بکنیم، ولی اگر نگاه کنید به بودجه، آنچه رو که آقای روحانی پیش بینی کرده در بودجه سال آینده رو چقدر واقع بینانه میبینید؟ در مورد قیمت 40 دلار که شما گفتین، این بر اساس میزان کیفیت نفت ایران در مقایسه با نفت خام برنت سنجیده شده. تقریبا به نظر میرسه که چیزی در حدود 50-55 دلار در بشکه برای نفت خام برنت پیش بینی شده و نفت خام ایران رو بر اساس اون قیمت گذاری کردن.
در مورد قیمت ها، اگر ایران به راحتی بتونه نفتش رو بفروشه و در این بین نیازی به دادن تخفیف های ویژه یا دادن کمیسیون به افراد واسطه‌ای که نفت رو میفروشن نداشته باشه، شاید این قیمت معقولانه ای باشه. نکته بعدی اینه که آیا واقعا ایران میتونه نفتش رو در این حد 2,300,000 بشکه از اول سال آینده ایران که تقریبا اواخر سومین ماه میلادی هست بفروشه. چیزی که وجود داره، انتظار ما این هست که آقای بایدن در 100 روز اول ریاست جمهوریش، یعنی تقریبا تا همون اوایل سال جدید ایران، به این نتیجه اعلام کنه که آمریکا میخواد به برجام برگرده. ولی نکته ای که بسیار مهمه اینه که احتمالاً ایران، اگر که شما ببینید حتی در ماه گذشته صادراتش نزدیک به 95,000 بشکه زیادتر شده، ممکنه که ایران صادراتش رو به صورت تدریجی افزایش بده و شاید تنبیه زیادی یا حالا مخالفت و فشار زیادی از طرف آمریکا، دولت آقای بایدن، به ایران وارد نشه که ایران رو تشویق کنه وارد مذاکره شه. البته این مکانیزمیه که هنوز مشخص نیست، یعنی شاید آقای بایدن از روز اول یک مکانیزم روشنی رو در مورد تحریم‌های ایران ارائه بده، شاید با کشورهای خریدار نفت ایران به مستقیما ارتباط برقرار کنن و بگن که حق خرید یا واردات نفت ایران رو ندارن. اینا چیزایی که هیچ کدوم معلوم نیست. و تنها نکته ای که بسیار مشخص معلوم هست که افراد نزدیک به ایشون در صحبت ها به ما گفتن و اینکه خود آقای بایدن هم در صحبت های عمومیشون در این چند روز اخیر گفتن، اینه که برگشت آمریکا به برجام معنیش برداشته شدن تمام تحریم های ایران نیست. آمریکا با ایران بر سر ارائه محدودیت، گذاشتن محدودیت های بیشتر در مورد برنامه موشکی ایران و همینطور هسته‌ای مذاکره خواهد کرد. اگر به مذاکره رسیدن، اون موقع تمام تحریم ها برداشته خواهد شد. این مؤلفه هست که به صورت مشخص ما میدونیم که نفت ایران به حالت قبل از تحریم های آقای ترامپ بر نخواهد گشت، مگر اینکه محدودیت های جدید موشکی رو ایران قبول کنه. حالا اجازه بدید برمیگردیم دوباره پیش شما آقای قدسی. با شما میخواستم راجع به کسری بودجه صحبت بکنیم. مشخصا ایران با کسری بودجه بزرگی مواجه است و درآمدهایی رو در نظر گرفته که ممکنه اونها محقق نشه. اگر اونها اون درآمدها محقق نشن چه باید بکنه؟ ببینید، قبل از اینکه وارد این موضوع بشم که در مقابل کسری بودجه دولت ایران چه کار خواهد کرد یا چه کار کرده تا الان، باید بگم که من یک نقطه نظر دیگه ای دارم و یک برداشت دیگه ای دارم از صحبت هایی که آقای بایدن هم توی کمپین انتخاباتی خودشون کردن هم بعد از اون، و اون هم این بوده که یک سیگنال امیدوار کننده ای به دولت ایران داده که در شاید بشه گفت در اولویت اولش بوده باشه، چون به خاطری که در یک مقاله که خود آقای بایدن نوشته بودن این رو اعلام کرده بودن و به وضوح به ایران پرداخته بودن. من فکر می‌کنم که دولت ایران هم خیلی خوشبین هست از اینکه در اولین روزی که آقای بایدن ریاست جمهوری خودش رو شروع بکنه، هر دو کشور به صورت خیلی اتومات و خودکار به برجام برگردن. هم ایران اون مقرراتی که برای افزایش مسائل هسته‌ای خودش داشته رو برگرده به برجام، و هم در واقع تحریم‌هایی که آمریکا اتخاذ کرده بوده همه اونا برداشته بشه که ایران بتونه راحت‌تر بتونه نفت خودش رو بفروشه. همچنین علاوه بر این، من فکر می‌کنم که به خاطر این ضرب العجلی که مجلس ایران یک قانونی رو اتخاذ کرد و همطور شورای نگهبان هم این رو در دستور عمل خودش قرار داد و تایید کرد، این یک ضرب العجل دو ماه هست برای دولت آقای روحانی که به نظر من مجبور بشه سریع‌تر تحریم‌هایی که آمریکا کرده رو اتخاذ کرده رو برداره. خب علاوه بر این، تا الان برمیگردم به پاسخ سوال شما که راجع به کسری بودجه ایران بوده. خب کسری بودجه ایران معمولاً چون ایران وام دهنده خارجی هیچ وقت نداشته در طی 40 سال گذشته، حالا نمیشه گفت هیچ وقت، به مقدار اندک بوده، ایران دسترسی به دریافت وام های خارجی رو نداره. برای همین تنها مهمترین کاری که انجام میده اینه که وام میگیره از بانک مرکزی ایران و اوراق قرضه خودش رو به بانک مرکزی ایران میده و از اون طرف بانک مرکزی ایران پول چاپ میکنه. در واقع این چاپ کردن پول رو ما اقتصاددان ها بهش میگیم که
پول هلیکوپتری که باعث میشه که تورم افزایش زیادی داشته باشه. ما بهش میگیم که در میان مدت افزایش پولی که در توسط بانک مرکزی چاپ میشه، این در کوتاه مدت و در میان مدت میتونه باعث افزایش تورم بشه. خب ما هم شما که آقای روحانی تونستن طی چند سال اول تورم رو زیر 10% برسونن، ولی خب بعد از اون به خاطر همین کاری که میومدن از بانک مرکزی ایران استقراض میکردن، تورم افزایش پیدا کرد و شاید تورم 40% بود. برنگ، شاید خیلی سریع اگر بتونی راجع به همین کسری بودجه به ما بگی که نظر تو چه هست؟ فکر میکنی که این کسری بودجه و اونطور که آقای قدسی هم گفتن تورمی که ممکنه در پی داشته باشه، معنیش برای مردم چه خواهد بود؟ ببین، معنیش برای مردم اینه که قدرت خریدشون روز به روز کمتر میشه. ما اگر نگاه کنیم میبینیم که در سالهای گذشته به نسبت سال 90، در سال 99 به نسبت سال 90، عملا قدرت خرید ایرانی ها به طور متوسط یه چیزی حدود 30-40% پایین اومده. ببین، و مسئله اینه که این همینجور سخت‌تر میشه. یه نکته ای رو آقای قدسی اشاره کرد، اونم بحث این بود که برنامه دولت اینه که سال آینده حقوق کارکنان دولت رو فقط 25% بالا ببره، که این زیر رقم تورمه. نتیجهش اینه که قدرت 40% فعلا الان تورم نقطه بالای 46%. مسئله اینه که این باعث میشه که عملا در واقع کارکنان دولت، اونهایی که باید به همین درآمد دولتیشون بسنده کنن، اونها دارن فقیر میشن دیگه، و ریاضت اقتصادی برای کارکنان دولت و خانواده کارکنان دولت اتفاق میفته. مشکل و در واقع معمایی که پیش روی سیاستگزارای اقتصادی همیشه هست اینه. شما فرض کنید اگر که یه سری درآمدهای مثلا نفتی به هر دلیلی محقق نشه، آیا دولت از هزینه هاش کم باید بکنه یا باید قرض بگیره؟ اگه از هزینه هاش کم بکنه، اتفاقی که میفته اینه که شما قدرت خرید آدم ها رو کم میکنید، که چون به هر حال هزینه های دولت در اکثر مواقع اینه که مثلا فرض کنید یه پروژه عمرانی هست، یه پولی رو دولت میده به پیمانکار، اون پیمانکار حقوق میده، این آدم ها پول میاد دستشون، میتونن برن خرید کنن و این به رونق اقتصادی کمک میکنه. در نتیجه دولت خیلی وقتا مسئله اینه که اگر هزینه هاش به خاطر کاهش درآمدها کم بکنه، نتیجهش اینه که رکود با در واقع رکود ادامه پیدا میکنه. و اگر که بیاد این کمبود درآمدها رو بخواد بره از بانک مرکزی استقراض کنه که باعث رشد نقدینگی میشه و باعث رشد تورم میشه، بازم این هم میتونه باعث کاهش قدرت خرید مردم بشه و سطح رفاه مردم رو پایین بیاره. این همیشه معماییه که جلوی روی در واقع سیاستگزاران اقتصادی هست. و یه نکته خیلی مهمی در شرایط فعلی وجود داره، اونم که نه فقط تو ایران، تو هر کشوری از دنیا به خاطر ضربه‌ای که کرونا به اقتصادها زده، شاید سریع‌ترین راه خروج از رکود یا حداقل کم کردن بعضی از آثارش اینه که یک جوری کرونا رو مهار کنن، حالا با برنامه واکسیناسیون یا راه‌های دیگه، به خاطر اینکه تا وقتی مردم نگرانن که کرونا بگیرن، نمیرن عصر رستوران، نمیرن خرید، و این به بخشای دیگه ای از اقتصاد هم ضربه میزنه. میگم اینها هیچ کدوم انتخاب‌های راحتی نیست برای دولت، برای بانک مرکزی، برای سازمان برنامه و بودجه یا برای مجلس. اگر کسی فکر میکنه که اینها انتخاب‌های راحتیه، احتمالاً اشتباه میکنه، چون فاکتورهای دیگه ای هست. تمام این تصمیم‌ها آثار منفی هم داره. ممنونم ازت بگنگ. خانم بخشوی، اجازه بدید سوال آخر رو از شما بپرسم، وقت زیادی نداریم. گفتید که سال عدم قطعیته و خیلی ها حالا واقعا سوالشون اینه که این نفتی که پیشبینی کرده دولت ایران که میفروشه درست در میاد یا نه. یه راهی که شاید بشه بهتر این قضیه رو متوجه شد اینه که به سال قبل نگاه بکنیم. چقدر از درآمدهایی که دولت در سال گذشته از طریق نفت حداقل پیش بینیش رو کرده بود که بتونه به دست بیاره، در بودجه سال قبل فکر میکنید که به دست اومده؟ با توجه به اینکه روی کاغذ خود دولت عدد نشون میده که چیزی هول و هوش در 6 ماه اول مثلا چیزی هول و هوش 20% بوده. ببینید، من بیش از آماری که از ایران بیرون میاد در مورد بودجه و درآمدش نمیتونم قضاوت خیلی دقیقی بکنم. از فروش نفت است.
یه نکته که وجود داره، من سال امسال رو، یعنی سال قبل، حالا این سال بودجه الان ایران و سال دیگر رو از نظر میزان نفت نمیتونم بسنجم، به دلیل اینکه خب امسال آقای ترامپ بود و تحریم های فشار حداکثری و ایران نمیتونست نفت بفروشه. اما در سال آینده ماجرا چیز دیگریه و همونطور که من گفتم انتظار میره که در 100 روز اول آقای بایدن این به JCPOA برگرده، به خاطر اینکه این یک فرمان ریاست جمهوری نیازی به تایید کنگره نداره. ولی اینکه به چه سرعت و چقدر از تحریم‌های ایران رو برمی‌داره و ایران چقدر عملاً میتونه و کی میتونه این نفت رو بفروشه، این میزان نفت رو در بازار واقعی نه در بازار اوراق در ایران، این یک سوال بزرگ هست، مخصوصا در مورد میانات گازی، به دلیل اینکه میانات گازی ایران بیشتر به بازار کره جنوبی میرفت و حالا ژاپن مقداری که تمام این بازار رو آمریکا گرفته از ایران. بنابراین اگر که حتی نفت ایران بتونه راحت تر فروش بره، حتی امروز میزان صادرات معدنیات گازی در مقابل میزان نفت درصدش خیلی کم و ناچیزه. بنابراین این یک سوال بزرگی هست که الان حتی باید صبر کنیم که تیم آقای بایدن مشخص شه. ولی چیزی که مشخصه اینه که حداقل در سیاست خارجه، تیم سیاست خارجه آقای بایدن و هم تیم خزانه داری و مالی که مشخص شده، افرادی هستن که از افراد در زمان آقای اوباما جزء کسانی بودن که تحریم های ایران رو نوشتن، طراحی کردن و اجرا کردن. بنابراین اون به اندازه میهمان دیگه شما، ما انقدر خوشبین نیستیم که نفت ایران به سرعت و با حجم زیاد به قبل از تحریم های آقای ترامپ یا به زمان 2016 برگرده. ولی این چیزی که باید صبر کرد رو دید و در موردش عدم قطعیت واقعا زیاد هست و نمیشه در موردش امروز نظر داد. تا چند ماه دیگه شاید بشه روشن‌تر در این مورد صحبت کرد. ممنونم از همه شما، سارا بخشوری کارشناس نفت و گاز با ما، مهدی قدسی اقتصاددان و اینجا در استودیو بهرنگ تاجدین همکار. اما ترور محسن فخری‌زاده، یکی از کلیدی ترین چهره های برنامه هسته‌ای ایران، باعث شده زخمی قدیمی دوباره بین جناح‌های حاکم در ایران سر باز کنه. یه گروه تلاش میکنه فخری‌زاده رو حامی مذاکرات و توافق سیاسی بر سر برنامه هسته‌ای ایران نشون بده و دیگری با تهدید میگه مدارکی رو رو خواهد کرد که مخالفت او با برجام رو روشن میکنه. بسیاری میگن این کشمکش سیاسیه و صف‌بندی‌های سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری رو نشون میده. این گفتمان چقدر ممکنه بازگشت ایران به توافق هسته‌ای رو با مشکل مواجه بکنه؟ در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار از مشهد که به ما پیوسته، و همینطور حمید آصفی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار از تهران با ما. آقای جوادی حصار، اجازه بدید با شما شروع بکنیم. دیدگاه شما چه است؟ صحبت‌های مقام‌های ایران رو دیدید در چند روز گذشته و اختلاف نظرها در مورد ترور آقای فخری‌زاده کاملا روشن هست و نشان از یک جناح بندی جدیدی یا حداقل شکافی در فاصله بین گروه‌های سیاسی میده. تحلیل شما چه هست در این مورد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا شهادت شهید فخری‌زاده رو به ملت ایران و به همکارانش و خانواده محترمشون تسلیت عرض می‌کنم و این ترور نوجوان مردانه رو محکوم میکنم. در همه جهان ترور محکوم است، دانشمندان ایرانی هم محکوم است، هر کسی این ترور رو انجام داده باشه. عرض کنم خدمتتون که این که الان و در گذشته همین گونه بوده که همواره جریان‌هایی تلاش میکردن سرمایه‌های ملی رو در دوران جوش احساسات و قلیان عواطف انسانی از آن خود کنن و سند به نام خودشون بزنن، یه امر مرسومه در ایران. اما واقعیت قضیه این است که ما نمیتوانیم محکم بگوییم که ایشون مخالف برجام بوده، نه سند محکمی هست که بگوییم موافق برجام بوده. ایشان یک دانشمند هسته‌ای بوده و یک نیروی اجرایی در حوزه معاونت پشتیبانی یا معاونت جریان دفاع در سازمان نیروهای مسلح. مسئله مهم این است که این تیپ مجموعه ها
قبل از اون که بخوان مخالف یا موافق یک امری باشن، به ضرورت اون امر در عرصه ملی میرسن و دفاع رو و تقویت دفاعی کشور رو به عنوان یک امر ملی و تأمین کننده منافع ملی بهش میرسن. و بعد هم امثال آقای فخریزاده به عنوان یک سپاهی قدیمی و کهنه‌کار، اینها دعوشون و شعارشون این است که پیرو خط رهبری هست. یعنی اینکه در این جور مواقع حتما نظر رهبری براشون اهمیت داشته و داره. هر اندازه‌ای که بتوان گفت رهبری مخالف برجام بوده، میتوان گفت آقای فخریزاده هم مخالف بوده. به هر میزانی که بتوانیم بگوییم ایشون موافق برجام بوده، به همون میزان هم میتوانیم بگوییم که ایشون موافق برجام بوده. بنابراین این بازی ها دیگه نخنما شده، کهنه شده. اگر ضرورت اقتضا میکرده که کشور اتفاق به نام برجام رو رقم بزنه، حتما اون اتفاق با نظر رهبری بوده و ایشون هم در ذیل مجموعه هماهنگ کننده این رفتار نقش آفرینی میکرده. حالا در یه جا در هد موضوع بوده، در یه جا در بدنه موضوع. اینجاش خیلی از نگاه امثال آقای فخریزاده خیلی تفاوت نمیکنه. اونا خودشون رو سرباز این جبهه تلقی میکنن و به ایفای نقش میپردازن، همونطور که در جبهه این کار رو برای خودشون وظیفه میدونستن و انجام میدادن. بنابراین اون کسانی که دنبال این بحث ها هستن که از این نمد برای خودشون کلاهی بسازن، به نظر من ارز خود میبرند و زحمت اهل تعزیه میدن. آقای جوادی اسار، آخه مشکل اینجاست که نظر رهبر ایران در مورد برجام هم روشن نیست. یعنی نه کسی میتونه بگه که او مخالف برجام بوده با توجه به اینکه او تایید کرده قطعا برجام رو، ولی در عین حال هم اون طرف قضیه هم خود او طوری صحبت میکنه که انگار مخالف بوده. چقدر فکر میکنید این مسئله در سیاسی باشه، این جناح‌بندی؟ آقای آصفی رو فعلا از دست دادیم، با شما ادامه میدیم. چقدر فکر میکنید واقعا این مسائل استفاده سیاسی داره ازش میشه، به خصوص در آستانه انتخابات؟ خیلی اتفاقا داره استفاده سیاسی میشه. اینکه رهبری به گونه صحبت میکنن که نمیشود کاملا تشخیص داد که حالا ایشون مخالفن یا موافق، اصلا نیازی به این امر نیست. یعنی شاید اقتضای موضع رهبری این است که اینجوری حرف بزنن، چون بالاخره دو جریان در کشور هستن، این دو جریان رو باید رهبری کرد. اما ایشون در یه جاهایی به صراحت از ماجرا دفاع میکنن، در یه جاهایی هم انتقاد میکنن به برخی از رفتارهایی که دیگران میکردن، از جمله مثلا عهد شکنی هایی که آمریکا کرد، از جمله اتفاقاتی که در اروپا افتاد و کمکاری هایی که برای تحقق برجام توسط اروپایی ها رخ داد. و از همه مهمتر و روشنتر صحبت های صریح رهبری است که ایشان همین الان تو فضای مجازی به هیچ چرخه دست به دست. ایشان گفتن که یکی از محترمین منطقه من پیغام دادم که من میخوام در آمریکا، از من خواستن وساطت کنم که اونا تحریما رو بردارن و مثلا بشینیم با هم گفتگو کنیم و مشکلاتمون رو. اولی فرمودن که من به اون محترم گفتم که ما به اینا اعتمادی نداریم، چون بارها هم خواستن عمل کنن و نکردن. ایشون گفت حالا چه ضرری داره یه بار دیگه این کارو بکنیم، و من گفتم اشکالی نداره. ایشان آمد تهران، با هم صحبت کردیم و کلید خورد و ما منتظر بودیم که گفتگوها به نتایج خوبی برسه، ولی هم طوری که دلمون میخواست نشد. پس معلوم میشه که با نظر رهبری کلید خورده. اصلا کسانی که با قاموس سیاسی در شرایط کنونی ایران آگاهی داشته باشن و آشنایی داشته باشن، متوجه خواهند بود که مسئله به این مهمی که بر میگرده یک طرفش آمریکاست، امکان نداره بیفته و رهبری مخالف این قضیه بود. ممکنه نگاه مشروطی داشته باشن به این، حالا بریم جلو ببینیم چی میشه، امیدواریم نتایج خوبی بگیریم، باب گفتگو رو نمیبندیم. اما دلیلی ندارد که در آغاز گفتگو، اگر گفتگو رو شروع کردیم، تا پایان گفتگو موافق همه اتفاقاتی باشیم که داره رخ میده. این نگاه میتونه نگاه رهبری باشه و هر جایی لازم باشه
نقد کنه، هر جایی لازم باشه اعتراض بکنه. من تصور میکنم که این دوستان از موضوع رهبری و از موضوع هسته‌ای نؤمن و به بعض و نکفر و به بعضن. یه جایش رو قبول دارن که به نفعشون باشه، یه جایش رو قبول ندارن که احساس میکنن به ضررشونه. مثلا در شرایط کنونی، خب اگر اینها اینقدر با برجام مشکل داشتن، میتونستن تو دو سال گذشته این اتفاقی که الان دارن خورده رو تقاضا کنن، یا میتونستن از اول این مجلس اینو تقاضا کنن. بلکه تحلیل ها به ما میگوید که این حضرات توی محاسباتشون شکست آقای ترامپ نبود. توی مناسباتی که برای خودشون تعریف میکردن این بود که این دولت تا حول کار خودش درگیر تحریم های شکننده آقای ترامپ خواهد بود و اینها با ضعف و کاستی ناشی از تحریم ها و چوب هایی که لای چرخ این دولت میگذارند می توانند از دولت به راحتی و از اصلاح طلبان و منتقدین و مخالف خودشون به راحتی عبور کنند و ریاست جمهوری رو با وضعی شبیه انتخابات مجلس گذشته به دست بیارن. بعد از اونجا به بعد می توانند با آقای ترامپی که دائم می گوید شما با من گفتگو خواهید کرد، ما با ایران در اولین فرصت با ایران بعد از پیروزیم صحبت می کنن، میتونن با آقای ترامپ برن سر میز مذاکراتی بنشینن که مثلا دستاوردهایی برای خودشون داشته باشن. تصور این وضعیت رو نداشتن. اجازه بدید آقای آصفی رو هم وارد بحث بکنیم که حالا به ما پیوستن. آقای آصفی، نمیدونم چقدر از صحبت‌های آقای جوادی حصار رو شنیدید، اما نظر خودتون رو بفرمایید. بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم و آقای جوادی حصار. البته تحلیل‌های آقای جوادی حصار رو من آشنایی دارم باشون. تحلیل عموم اصلاح طلبانی که یک نگاه رفرمیستی به امر سیاست در ایران دارن، این جناح‌بندی ها رو یک جناح‌بندی های خیلی جدی می‌دانند در امور استراتژیک و امور اصلی کشور، در حالی که این گونه نیست. یعنی الان این مصوبه ای که مجلس تصویب کرده، درسته ترور آقای فخری‌زاده سبب شد که این تنش بالا بگیره، اما کلاً بحث مباحث استراتژیک و اساسی فارغ از مجلس. یعنی الان مجلس هر مصوبه‌ای که بده کنه و انگار یک بیانیه سیاسی، یک جناح سیاسی که در از طریق رسانه اعلام موضع میکنه. مسئله مثل بحث هسته‌ای اصلا فارغ از جناح بندی هاست و اینکه دوستان اصلاح طلب میان مطرح میکنن دنبال همون دوگان سازگیری هایی هستن که میخوان برای 1400 دوباره ببرن، که یه عده تون رو هم یه عده کن رو هم. در حالی که بحث هسته‌ای همینجوری که خود آقای جوادی حصار اعلام کردن در ید مقام رهبریه، در ید بحث حکمرانی بیته، در ید مجلس نیست، در ید قوه مجریه نیست. اگر فکر میکنید این مصوبه مجلس هم با چراغ سبز آیت الله خامنه ای تصویب شده؟ قطعا همینه. الان اینا تصور میکنن که 4 سال آقای بایدن اومده و یک فرصتی پیش اومده که تا حدودی میتونه فشارها رو برداره، به دلیلی که میخوان تیم مذاکره کننده رو جلو بفرستن و دست تیم مذاکره کننده پر باشه، یک همچین مصوبه ای رو میذارن کنارش که میگن آقا اگر با ما نخواهید امتیاز بدید، اگر نخواهید مثلا با ما کنار بیاید، یک تیمی میاد که پروتکل الحاقی رو قبول نداره و میخواد بره به سمت غنی‌سازی 20% و این میخواد مشت در اصل نیروی مذاکره کننده رو پر بکنه، که این نیروی مذاکره کننده فرقی نمیکنه، تیم آقای ظریف باشه، دولت آقای روحانی تا 5 ماه دیگه میرود، این مذاکرات طول خواهد کشید. یعنی آقای ظریف اگر با حکم حکومتی هم بهش بگوین که باید در خدمت آقای جلیلی باشی به عنوان مثلا رئیس جمهور در دبیر شورای امنیت ملی، خواهد آمد، نمیتواند تمرد بکنه. ولی اینکه از این ما یه دوگان سازی در بیاریم که فکر کنیم الان اگر اینا بیاد گوهر نشه دوباره ما وارد بحث تحریم میشیم، دوباره وارد بحث یک تنش سنگین بین المللی میشیم و بخوان یک پروژه سیاسی در بیارن که یک بسیج سیاسی انتخاباتی درست بکنن، این دیگه به نظر من یه امریه که دیگه حالا در 1400 همینجوری که در انتخابات پیشین آقای جوادی حصار در این برنامه به ما گفتن مسئولیت بپذیرید، ما مسئولیت پذیرفتیم آقای و نیومدیم تو مجلس و شما مسئولیت نپذیرفتید، دعوت کردید، خب نتیجه‌ش هم دیدید.
این میخوام بگم اصلا هیچ اتفاق ویژه‌ای که شما بگید با این مصوبه ممکنه روند مذاکرات برجامی و یا حالا غیر فرات برجام دو سر هم مثلا بخواد مختل بکنه مطلقا وجود نداره. این مسئله سرنخش در دست خود بیت رهبریه، در دست هسته مرکزی قدرت و دولت یک کارگزاره. این تناب کشی سیاسی هم که میبینید بین دو جناح وجود داره، بله جناحی که الان اصولگراها هستن، نمایندگانشون تو مجلس هستن، احساس میکنن فرصتی پیش آمده است که میتوانن دست بالا رو به لحاظ سیاسی امنیتی سپاه در داخل و در منطقه بالا بگیره. اما نگاه بروکرات های دولتی این است که این مزیت هسته‌ای یا موشکی در مذاکرات نهایتاً در توازن منطقه‌ای تعریف بشود، نه در مسائل داخلی. این تنابکشی سیاسی در اینجاست و این یک فرجه هم الان در این جریان میدهد که همینجوری که آقای ترقی و بعد این یکی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت و بعد دولت بعدی میآید مذاکرات رو هم انجام میدهد، با عزت مذاکرات رو انجام میدهد و همون دستاوردهایی رو که اینها نتونستن در برجام به دست بیارن ما به دست میاریم. البته آقای جوادی حصار هم در صحبتاش، یعنی حداقل برداشت من این بود که ایشون هم موافقند که کار به هر حال مذاکرات هسته‌ای به دست دفتر رهبری است و اونها هستن که مشخص میکنن که کار چگونه پیش خواهد رفت. اما جناح بندی های سیاسی و این اون چه که شما به اسم طناب کشی سیاسی خوندید رو شاید جدی تر از این میبینم. پاسخ شما آقای جوادی حصار. بله بعدم خدمت دوست عزیزمون آقای آصفی سلام عرض میکنم، ولی من نمیدونم کجای حرفای من با حرفای شما مغایرت داشت. اتفاقا من از اولم دارم میگم که این مسئله به این مهمی نه دست این جناح هست نه دست اون جناحی، دست بیت و شخص رهبری است. این بحث اول. بحث دوم این که خب چی میخواین اسمشو بذاریم؟ بالاخره الان جریانی که تو مجلس هست جریان راست هست یا نیست؟ الان این جریان با برجام مخالفت علنی داره میکنه یا نمیکنه؟ حالا یه عده‌ای هم توی این جریان به هر اسمی که شما میخواید با هر انگیزه‌ای که میخواید بهش بپردازید میگوین که بهتر است ما با دنیا یه رابطه منطقی داشته باشیم، بهتر است با دنیا ترک تخاصم کنیم و اونا هم به تعهدات بین‌المللیشون عمل کنن و ما برجام رو ادامه بدیم. این حرف اگر خوبه ما ازش دفاع میکنیم، اگر حرف بدی است شما ازش دفاع نکنید. ولی بحث من این است که این که یه عده‌ای الان توی این شرایط دارن تنور داغ میکنن، خدا کنه اونطوری که شما میگید باشه و برای تقویت گفتگوهای دولت پای میز مذاکره اینا بیان و دست دولت رو پر کنن. اگه اینجوری باشه که ما دستشون هم میبوسیم، ولی بس اینجوری نیست. شما خیلی به نظر من قضیه رو ساده انگاشتید که فکر میکنید نزاعی بین جریان‌های سیاسی در کشور وجود نداره. اتفاقا جریان اصیل اصلاح طلبی در کشور در پی تنش‌زدایی داخلی، تنش‌زدایی بین‌المللی و برگشت به قانون و اجرای منویات ملی و مردمی است. حالا شما میخواید بگید اینا رو اصلاح طلبان نمیگن یا نمیخوان یا اینا دروی یه سکن، این حرفا رو مردم بالاخره صدها بار شنیدن، ما هم حرفمون رو داریم میزنیم، اصلا ادعایی نداریم که ما بهتر از شما متوجه میشیم این حرفا رو. اتفاقا من معتقدم حرف شما حرف ماست، ما هم همون حرفایی که شما دارید میگید رو میزنیم، فقط یکم قرائتش فرق میکنه. ولی اصل محتوا یکیه. ما هم میگیم مردم باید تعیین کننده باشن، ما هم میگیم قانون باید در کشور حاکم باشه، ما هم میگیم نیروهای نظامی باید برگردن برن تو پادگاناشون، سیاستمداران و نخبگان ملی و آشنایان به فن سیاست اینا بیان مدیریت کشور رو به دست بگیرن و در نهایت هم هرچی که مردم اراده کردن همون اتفاق بیفته. اگر مردم همشون هم گفتن که ما یک اصلاح طلب رو هم قبول نداریم، ما میگیم شما راست میگی. من مسئولیت میپذیرم، بله که مسئولیت میپذیرم. ما به مردم گفتیم آقا ما کاندیدا نداریم، شما به هر کی دلتون میخواد رأی بدید. یعنی چی؟ مگه حرف بدی بوده که ما زدیم؟ ما گفتیم آقا ما در هر جای کاندیدا داشته باشیم رقابت میکنیم، هر جای کاندیدا نداشته باشیم رقابت نمیکنیم و اصلا کاندیدا هم نمیدیم. یه حرف رو تا روز قیامت هم تکرار میکنیم. در انتخابات آینده ریاست جمهوری هم اگه ما کاندیدا داشته باشیم وارد انتخابات میشیم، اگر کاندیدا نداشته باشیم به مردم میگیم خودتون تصمیم بگیرید، به ما چه ربطی داره؟ یعنی این نیست که ما بخوام برای مردم قیم بشیم و از جانب مردم فکر میکنم در مورد
در مورد انتخابات احتمالاً در هفته‌های آینده و در ماه‌های آینده بارها صحبت خواهیم کرد، ولی راجع به شرایطی که بعد از ترور آقای فخری‌زاده پیش آمده، آقای آصفی فکر می‌کنید که ترور آقای فخری‌زاده کار رو چقدر برای دولت کنونی سخت‌تر کرده اگر بخواد بره دوباره پای میز مذاکره بشینه با دولتی که در آمریکا ممکن هست بر سر کار بیاد؟ البته من اول صحبت‌های آقای جوادی حساب واقعاً خب ارتباط قطع شد و من متوجه نشدم که ایشون با برخی از صحبت‌های من موافقه، و اگر من تکرار مجددی کردم از ایشون و از بینندگان عذرخواهی می‌کنم به خاطر این مشکلات اینترنتی که اینجا داشتیم. اما برمیگردم به بحث شما. ببینید، این ترور خب تا حدودی مشخص شد که به هر حال بلوک سیاسی که در منطقه وجود داره از عربستان و کشورهای عربی، این به مراتب اینها قدرتشون از جمهوری اسلامی بالاتره و این اتحاد تاریخی و این بلوک تاریخی که میشه گفت چند دهه هست که تضاد عمده منطقه تضاد عرب اسرائیل بود، به هر حال با فشار، ابتکار، تطمیع، هر آنچه که زور آقای دولت آقای ترامپ توانست این اسرائیل رو از دستور کار تضاد عمده عرب خارج بکنه و به پیمانهای امنیتی، اقتصادی، سیاسی بکشونه. و اون وعده‌ای رو که ما میدادن به مردم ایران که ما 40 سال زحمت کشیدیم سر مرز اسرائیل برسیم، اسرائیل سر مرز ما رسید. این یک تحقیر ملی بود که واقعا این ترور رخ داد. به کرات این ترورها 6 تا رخ داده، خرابکاری هایی که در نطنز میشه، هیچ کدوم از اینا تا حالا سرنخ نگرفتن. یه عده مثلا دوستان آقای ابراهیم امیر مازیار امیر ابراهیمی اگه اشتباه نکنم رو گرفتن، بله گرفتن، و بعدش هم گفتن خب نیست و عذرخواهی کردن، خسارت دادن. این نشون دهنده اینه که سیستم اطلاعاتی امنیتی کشور اصلا تضاد اصلی خودش رو با جامعه مدنی بسته، تضاد عمده خودش رو با مخالفین بسته. اینه که یک حفره امنیتی رخ داده، حالا دلایلش زیاده، وارد نمیتونیم بشیم، ولی این ترور مشخصا در رابطه با سوال شما سبب شد که به هر حال نشون بده که جمهوری اسلامی خب الان 3 تا نماد رو از دست داده: ترور سردار سلیمانی، ترور احمدی مقدم، پدر صنعت موشکی ایران احمدی تهرانی مقدم، و الان هم ترور آقای فخری‌زاده، پدر علم هسته‌ای ایران. و این نشون دهنده خب چیه؟ این ضربات پی در پی که داره میخوره جمهوری اسلامی، درسته ساختار این ساختارهای موشکی منطقه‌ای و هسته‌ای نمیخوابه، ولی خب یک ضربی اساسی و یک ضربی روانیه. و این مسئله برمیگرده، خب بعد از زدن این مسئله جناحی که الان تحت عنوان اصولگرا در مجلس هستن به خاطری که این جبران روانی رو بکنن و بیان دست بالا رو بگیرن و میدونن که این تیم آقای دولت امریکا آقای بایدن نمیخواد جنگ بکنه و میخواد به یک نوعی مسئله رو حل بکنه. این آرایش سیاسی که ما اینجا هم تعریف میکنیم، جناح اصولگرا، معتدل، اصلاح طلب، خود خاطرات آقای جان کری رو که میخونی میگه ما میدانستیم که تمام مسائل در تهران و ریاست جمهوری نیست، اصلا هیچ چیه این برجام نیست اینجا، بلکه در جای دیگه است. منظورشون بهت رهبری میگه این مسئله دوست دارن حالا به هر دلیلی، چه غربی ها و چه خود امریکایی ها، که این آرایش سیاسی و صف بندی سیاسی رو در درون اردوی قدرت ایران، کمپ قدرت ایران، به رسمیت بشناسن، که بگوین بله خیلی این مسئله رو اتحادیه اروپا داره دامن میزنه که اگر ما با اینها نخواهیم مذاکره بکنیم. امروز هم آقای ظریف همین رو گفتن، یعنی چیزی که من دارم عرض میکنم، گفتن بله اگر نخواهیم مذاکره بکنید، ما با این پروتکل الحاقی و با این مسئله شما مجبورید با اینها مواجه میشید. بنابراین راهش اینه که ما این مصوبه رو خونسا بکنید، اینه که به تمام خواسته های ما تن بدهید و تحریم ها رو بردارید. این مصوبه رو شما در این راستا نگاه بکنید. و این اتفاقا هم گفتن که باید ظرف همین دو ماه آینده اتفاق بیفته. آقای جوادی حساب، تحلیل شما چه هست؟ دست دولت رو فکر میکنید میبنده این، یعنی بسته این ترور آقای فخری‌زاده، یا نه در مذاکرات؟ من از یک امری یکم متعجبم، و اون این که
این فرمایشاتی که دوستان ما می‌فرمایند خوبه از نگاه خودشون که مثلا اروپایی ها این حرفا رو میزنن یا بده. اگر قرار باشه که از اینجا یه فشاری بیاد و اروپایی ها بپذیرن که مثلا بله حالا ما اینا اینو کار کردن که ما تحریم ها رو برداریم، اگر این اتفاق بیفته اتفاق بدیه، یعنی برداشتن تحریم ها، من اصلا به این که چه کسی این کار را میکند فعلا کاری ندارم ها، اگر این اتفاق بیفته که تحریم ها برداشته بشه اتفاق خوبیه یا بدیه، اگر تنش زدایی ایجاد بشه این اتفاق خوبیه یا بدیه. من اصلا بعضی وقتا میمونم که عده ای از دوستان ما در داخل ایران وقتی به کنه مطلبشون میرسیم مشکلشون اینه که مشکل ایران با مشکل جمهوری اسلامی با جهان حل بشه. اگر مشکل ایران با جمهوری اسلامی با جهان حل بشه و این دولت مستقر بمونه، گویا اونا دچار مشکل میشن. اون مشکل رو منم دارم، مشکل نهادهای امنیتی، مشکل نمیدونم جامعه مدنی، تضاد بین نهادهای مدنی و نهادهای امنیتی، اینا رو منم دارم، شما هم دارید. ولی واقعا برای ملت ایران، برای توده مردم ایران، برداشتن تحریم ها به دست هر کسی برداشته بشه، این به نفع ملت ایرانه یا به ضرر ملت ایرانه؟ فکر کنم بعد اجازه بدیم آقای آصفی به این مسئله پاسخ بده. آقای آصفی سریع بفهمید. آقای جوادی اصار عزیز، در قبل از اینکه پرونده اتمی اصلا بره به شورای امنیت، قبل از اون جریان ملی مذهبی به رهبری زنده یاد دکتر مهندس صحابی تحلیل رو ارائه دادن. و کدام فرد ملی در این کشور طرفدار این است که من علارغم این که حکومت جمهوری اسلامی رو یک حکومت استبدادی و دیکتاتوری میدانم، اما حاضر به تحریم ایران نبودم هیچ وقت، نه در نوشته هامون، نه در مواضعمون، نه در مصاحبه هامون، هرگز طرفدار حمله نظامی به ایران نبودم. اتفاقا وقتی رهبر چین میگه بعد از 40 سال من میرم داشت میرفت طرف سمت امریکا، کشور امریکا مذاکره بکنه، میگفت در این 40 سال متوجه شدم که هر کشوری که با امریکا کنار اومده نهایتاً توانسته بر اساس قابلیت‌های ملی خودشون به توسعه دست پیدا میکنه. ما یکی از مسائل مهم ما این است که ما بتونیم این تابوی مذاکره با امریکا رو بافش کنیم که شکست در دوره برجسته بود، اما نگذاشتن به دلیل اینکه تمام مذاکرات تاکتیکی و بوده، مذاکرات استراتژی تو آقای خامنه ای اجازه نداده انجام بشه. بله آقای جوادی اسار، فکر می‌کنم ببخشید آقای آصفی، آقای جوادی اسار فکر می‌کنم 30 ثانیه یا 45 ثانیه وقت داریم، شما پاسخ بدین تا جمع بکنیم برنامه. اولا که خدا رحمت کنه آقای مهندس صحابی و پدر ارجمندشون رو و همه دوستان ارجمند، آقای ابراهیم یزدی، آقای بازرگان، از پیشکسوتان جریان ملی مذهبی اگر سوال بکنید، حضرت آقا ارادت بنده رو به همه اون مجموعه خواهند به شما گفت و من سالهای سال چوب اینو خوردم که طرفدار و حامی نیروهای ملی مذهبی هست در این کشور. اما به هیچ وجه نمیخوام از این مسئله برای خودم یک حیثیت بخرم. من یک شهروند جمهوری اسلامی هستم، منتقدم به خیلی از اتفاقات، اما یک مطلب رو خدمت حضرت عالی عرض بکنم و اون این است که خدا رحمت کنه آقای ابراهیم یزدی رو. خیلی سریع آقای ابراهیم یزدی مشیش این نبود که تحت هیچ شرایطی دست ایران در مذاکرات بین‌المللی خالی بماند، ولو اینکه انتقادم به جمهوری اسلامی شدید داشت، زندانی جمهوری اسلامی هم شد. ولی بحث بنده با امثال حضرت عالی این است که خب اصلا همه خوبیایی که در مبارزه با آمریکا هست مال شما، اصلا شما پیشکسوت ماها. ولی بحث ما این است که آقا ما میخوایم آمریکا سیطرش رو از سر ایران برداره، آمریکا برای ما نسخه ننویسه که شما این کارو بکنید اون کارو نکنید. آقای جوادی اسار، ما ملت آزادیم در طول تاریخ، میخوام خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم. متاسفانه وقت ما تمام شده آقای آصفی، ببخشید وقت بیشتری نداریم، امیدوارم بتونیم بعدتر در این مورد بیشتر صحبت کنیم. محمد صادق جوادی اسار روزنامه‌نگار با ما و حمید آصفی فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، ممنونم از هر دوی شما و ممنون از شما که همراه ما بودید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. صفحه دوی بعدی میتونید این برنامه و برنامه‌های پیشتر رو در صفحه یوتیوب ما ببینید. شب و روزتون خوش.